خب قرار شد که ما کیف پول جدیدمون رو بسازیم. برای این کار در استخر ماینینگ این آیدی که برامون ساخته رو کپی میکنیم، وارد ریگ ماینینگمون میشیم در هایو او اس، قسمت ولت و اد ولت. در قسمت اد ولت شما کوین اتریوم کلاسیک رو انتخاب میکنین، آدرسی که استخر برای شما داده رو اینجا قرار میدید. برای اینکه مشخص بشه که این آدرس مربوط به چیه، اینجا میزنید تست دوال ETC به اضافه زیل K1 پول. اینجوری شما موقعی که میخواین کیف پولتون رو انتخاب بکنید کاملا متوجه این که این مربوط به کجاست. این رو کرییت میکنید. حالا که این رو کرییت کردین، اینجا یک کیف پول خاص ETC برای شما ایجاد شد. خب حالا کاری که باید بکنید ایجاد فلایت شیت هست. در قسمت فلایت شیت وارد میشین، در این بخش کوین ETC رو انتخاب میکنید، از بخش ولت، ولت خاصی که الان با هم درست کردیم، تست دوال ETC به علاوه زیل کیوان پول رو انتخاب میکنید. خب در این مرحله در قسمت انتخاب پول میکشید این رو، وارد کیوان پول میشید. توی کیوان پول شما استخرهایی که سولو نیستن رو انتخاب میکنید. اینا که سولو هستن و این استخر، اینا استخرهایی هستن که شما میتونید بهش متصل بشین. برخی از استخرها استخرهای های دیفیکالتی هستن، عموما برای دستگاه های ایسیک مورد استفاده قرار میگیرن. ما اینها رو هم از اینجا خارج میکنیم در این مرحله و اپلای میکنید. در مرحله بعد شما میتونید تمام ماینر هایی که اینجا لیست شده و اتریوم کلاسیک رو ساپورت میکنن رو انتخاب بکنید. خب برای مثال ما از LOL ماینر استفاده میکنیم و کرییت میکنیم. خب در اینجا فلایت شیت مورد نظر ما ساخته شده. حالا زمانی که شما ریگ ماینینگ رو انتخاب کردین به این شکل، از طریق این دکمه موشکی که اون بالا هست میتونید هر کدوم از فلایت شیت ها رو انتخاب بکنید، که در اینجا ما ETC کیوان پول تست دوال ETC به اضافه زیل کیوان پول رو انتخاب میکنید و اگر این رو اپلای بکنید تا چند لحظه دیگه ریگ ماینینگ ما تغییر الگوریتم و نرم افزار ماینینگ میده. ما الان روی تیرکس قرارش داده بودیم، ولی تا چند لحظه دیگه از طریق LOL شروع به کار میکنه. خب بله، کم کم ریگمون داره روشن میشه. دیگه از این مرحله به بعد به شکل سعی و خطا شما باید بهترین نرم افزار ماینر رو متناسب با کارت گرافیکتون قرار بدین، آزمایش کنید ببینید کدوم هش بیشتری رو برای شما ایجاد میکنه. ما قبلا رو تیرکس قرار داده بودیم، 158 مگا هش داشتیم میگرفتیم، الان روی LOL قرار دادیم و 156 مگا هش داریم ازش میگیریم. خب
پس تصمیم میگیریم که مجددا برگردیم و از همون تیرکس استفاده بکنیم. کانفیگ قبلی رو من اپلای میکنم. ریگمون در حال متصل شدن هست. خب بله، خب حالا با تیرکس ماینر مجددن ریگ ما شروع به فعالیت کرد، برگشت در محدوده 158. و حالا اگر داشبوردمون رو مجددا در کیوان پول ملاحظه بکنید، میبینید که هر دو ورکر ما در حال کار هست که اتریوم کلاسیک رو داریم ماین میکنیم و زیل رو. خب این نحوه اتصال ریگ ماینینگ به یک استخری هستش که عملیات دوال ماینینگ رو برای ما انجام میده. خب حالا اگر ما وارد بخش اتریوم کلاسیک ریگ ماینینگمون بشیم، بذارید من مجددا لاگین رو انجام بدم. خب بعد اینکه وارد بخش دیگه بشید، دوباره مجددا باید لاگین بکنید در بخش اتریوم کلاسیک. اما در همین داشبوردی که ملاحظه میکنید، به وضوح مشخصه که ریگ ما در حال ماین کردن اتریوم کلاسیک و زیل هست، توامان با هم، و زمانی که به حد نصاب لازم برسه پرداختی رو برای ما انجام میده. این استخر کیوان پول ویژگی های دیگه هم داره، نظیر پرافیت سویچ و اوتو سویچ، که میتونه اوتوماتیک الگوریتم ماینینگ شما رو عوض کنه. در ویدیوهای بعدی سعی میکنیم به اون مثلا بپردازیم، اما در این مرحله سعی بکنید که با دوال ماینینگ تا حد ممکن درآمد ریگ ماینینگتون رو افزایش بدین. امیدوارم این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه و خدا نگهدار.